همکارم احمد صمدی از وین همراه ماست. احمد، بیشتر درباره واکنش‌ها در رسانه‌های جهان بشنویم از تو. بله سیما، یک نکته دیگه هم به خبری که خوندی اضافه بکنم و کشور پاراگوئه هم در رأی‌گیری دیروز شورای حکام شرکت نکرد و با 35 عضوی که شورای حکام داره 34 عضو در واقع در رأی‌گیری شرکت کرده بودن. اما خب در ادامه واکنش‌ها خب نکات مختلفی در رسانه‌های اروپایی داره مطرح میشه، از جمله همین موضوعی که به نظر میاد تلاشایی که آقای گروسی انجام داده بود برای اینکه جمهوری اسلامی برنامه اتمی خودش رو شفاف سازی بکنه به شکست انجامیده، یکی از محورهای این گزارش‌های هستش که می‌بینیم. و از طرف دیگه موضوع اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هستش که خب درشتاندارد از این منظر که در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی سلاح وجود نداره این موضوع رو بررسی کرده، اما خب رسانه‌های دیگه مثل گاردین به این موضوع اشاره می‌کنه که مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستن بر اساس فتوایی که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده سلاح اتمی داشتنش حرام و یا همون ممنوع هستش، اما اظهارات مقامات این کشور که عمدتاً هم رسمی هستند خلاف این موضوع رو مشخص میکنه. ابعاد دیگه از اتفاقی که دیروز افتاد هم در رسانه ها اشاره شده بهش، از جمله اینکه خب ایالات متحده و کشورهای اروپایی در خصوص این قطعنامه با همدیگه رایزنی کردن، اینکه ایالات متحده قصد نداشته که بیانیه تند باشه و رایزنی هایی شده که از لحن تند قطعنامه کاسته بشه و خب یا حتی برخی موارد تغییر داده بشه، اینها از نکاتی هستش که در رسانه ها بهش پرداخته میشه. و همچنین به برخی از این رسانه ها هم واکنش دادن، صحبت های وزیر خارجه اسرائیل رو که او هم واکنش داشته به قطعنامه که دیروز صادر شد. آقای اسرائیل کاتس گفته بود که بعد از 19 ماه صدور این قطعنامه میتونه که راه رو برای اقدامات بیشتر علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی باز بکنه، که خب این هم مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بوده. و همچنین نکته بعدی که بهش اشاره شده این هستش که برخی رسانه ها میگن اقدامات جمهوری اسلامی اینکه تا به این لحظه فوراً اعلام نشده در مقایسه با دفعات قبل خودش جای تأمل داره، و برخی از اینها در واقع گمانه زنی میکنن که احتمال داره که تا انتخابات صبر بکنن مقامات جمهوری اسلامی و بعد از انتخاب رئیس جمهور بعدی اقداماتشون رو علیه این قطعنامه اعلام بکنن، چرا که نامزدهایی که الان برای این انتخابات اومدن دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به موضوع هسته و پرونده هسته ایران دارن. و خب این نکاتی هستش که داره بهش اشاره میشه. برخی از سران کشورها مثل ولادیمیر پوتین هم واکنش داشته به قطعنامه و او تاکیدش بر این بوده که جمهوری اسلامی به برجام پایبند بوده و این ایالات متحده بوده که از برجام خارج شده و بنابراین در واقع انتقادی متوجه ایران نیستش و این انتقاد رو باید از کشورهای غربی انجام داد که از برجام خارج شدن و بهتره که همه طرف ها به برجام برگردن و بدون اینکه از همدیگه تقاضاهای مضاعفی داشته باشن و بخوان که همدیگه رو به چالش بکشن این توافق رو اجرایی بکنن تا مشکلاتشون حل و فصل بشه. اینها در مجموع تمام واکنش‌هایی بوده که ما تا به این لحظه شاهد بودیم. خب از طرف جمهوری اسلامی هم شاهد بودیم که برخی از رسانه‌ها مثل کیهان اعلام کردن که این قطعنامه هدفش تاثیرگذاری بر انتخابات ایران بوده، که برخی از کارشناسان و خبرنگاران و کسانی که برنامه اتمی ایران رو دارن دنبال می‌کنن این موضوع رو در شبکه اجتماعی ایکس دستمایه طنز قرار داده بود.